سلامونه د مهرق خبرونې ته خرغ لست. اسلامي امارت د بشري حقونو د سار سازمان هغه ریپورت ردوي چې د طالبانو په راتګ سره افغانستان کې بشري بحران او د افغانانو د بشري حقونو کړکېچ لا زیات شوی دی. اسلامي امارت وایي په راتګ سره د خلکو حقونه اعاده شوي او خلکو کې د مالکیت حس پیدا شوی دی. نن پر همدې موضوع بحث کوو. زه شکریه نیازیم د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی ښاغلی حامد عزیز مجددي او د میرمنو د حقونو فعاله ښاغلی ثریا پیکان نن په بحث کې ما سره میلمانه دي. ستړي مشئ، بحث ته پخیر راغلی. ډیره زیاته مننه جناب مجددي صاحب. بحث با شما آغاز میکنم. با آمدن امارت اسلامی بر افغانستان یا با حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان در زندگی شخصیتان چقدر تغییر آمده؟ میخوایم از این پرسش آغاز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با عرض سلام حضور شما بیننده عزیز تلویزیون شمشاد. ما فکر بکنم که طبیعتا با هر تحول در زندگی ها هم تغییر مثبت وارد میشه هم تغییر منفی. خب تغییر منفیش اگر از دید اقتصادی بگویم مطمئنا چون ما در تعذیر هستیم و یک بحث علایده است، متاسفانه. اما از آدرس حس امنیت کردن، حس مالکیت کردن، به عنوان یک شهروند آزاد زیستن، این مسائل است که واقعا آدم میتونه با آمدن امارت اسلامی او را سرش حساب بکنه. یعنی واقعا حس میکنه که من یک شهروند افغانستان هستم. الحمدلله از دید امنیتی شما میبینین که گراف جرایم آیسته آیسته رو به کاهش است، رو به کمتر شدن است. و منطق چی است که ترس اونمو کسایی که خلافکار بودن یا مجرمین اجتماع اونا از تطبیق حدود شرعی زیادتر حراس دارن و آهسته آهسته گلمی مسائل جمع شده رفته. یک تغییر در کل میتونه مثبت باشه. تاسو د بشری حقونو د سار سازمان کلنه ریپورت څنګه ارزوی؟ تازه خبر شوی. زه فکر کوم په دا مورد کې لکس زیاتی شوی دی. لکس مشکلات اغه جوړ کړی دی ځکه چې ټول غربي مملکو په افغانستان کې خپل اهداف لري. اغه غواړي چې امارات اسلامي تر فشار لاندې ونیسي، نو د همدې له کبله اغه خپل ریپورټونه نشر کوي. خو راشي د افغانستان په دننه کې دای وګوري چې آیا د هغې اهداوې حقیقت دي که دروغ. اصل نه دي. کله چې امارات اسلامي کابل ته راغی ټول هغه پخوانی کارمندانو ته عفو عمومي اعلان کړی. شاید په بعضی مواردو کې هغه شخصي دښمنیګانې وي، اغېز نه شم ویلی. نور خلک آزاد ژوند خلک بیا په همدغه برخه کې نیوکه لري چې ولې حداقل جدي توجه ورته نه کیږي. خب زه فکر کوم چې لکس زمان نیست، لکس وقت نیست دغه کار، ځکه چې دا ډېر دا مشکله خبره دی. پیاو مملکت کې چې تقریبا شپږ دېرش میلیونه نفوس لري، یو دولت نوی راغلی، نو توقع مو بې ځایه دي په دغه مورد کې، ځکه چې پنځه میاشته کېږي د امارت اسلامي نه. او امارت زه فکر کوم چې خپل ټول هلې ځلې دا کوي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي او خلکو ته د ژوند امینه مساعده کړي. زما خواهش د خپل هیوادوالو نه دا دي چې د غربیانو د ریپورت له مخې نه قضاوت ونکړي. مننه مجددي صاحب. غواړم د همدې پوښتنې په تړاو د میرمن پیکان نظر هم را واخلم، بیا به نور پوښتنو ته ورشو. خانم پیکان خیلی خوش آمدین به بحث. در رابطه به می پرسش میخوایم نظر شما را هم داشته باشم. راپور یا گزارش سالانه سازمان نظارت از حقوق بشری را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین آنچه را که امارت اسلامی رد کرده؟ سلام خدمت شما خانم نیازی و خدمت مهمان عالی قدر آقای بزرگی و سلامتی نصیب دارم. ببینیم وقتی که بحث از حقوق بشر میشه، کمیسیون های مختلف در سطح جهان در هر جا اینا فعال هستند و این کمیسیون ها دادن راپور و گزارش دولت ها را متوجه می سازد تا این که در رابطه با شهروندان و مردم خود متوجه باشند و در رعایت حقوق اتباع خود اینا باید تلاش کنند و کوشش کنند. شما ببینید که مجمع اقهایی که مردم در افغانستان دارند باید ببینید که مطابق اعلامیه حقوق بشر حق کار است، حق آزادی بیان است، حق زندگی نرمال است، حق امنیت است، حق آزادی فکر و بیان است. اینا همه مجمع اقهای است که
زیر دولت ها تعهد کرده و قبول کرده و باید اینا مطابق اینمی تعهدات خود عمل کنند. که متاسفانه امارت اسلامی در مدت زمانی که به قدرت رسیده تا به حال تعهدات بین‌المللی ندارد و چگونه باید حقوق بشر مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر اینا گزارش بدن و راپور بدن و سازمان رد میکنه از داخل افغانستان گزارش تهیه میکنه یک سلسله موارد وجود دارد که دیده میشه بله حقوق زنها کاملا در نظر گرفتن نشده مثلا حق کارشان است حق تحصیلشان است حق زندگی نرمالشان است و نه تنها از زنها در مجموع حق کار که مردم حق کار دارند بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است اینا مجموعه هایی هست که باید امارت اسلامی متوجه مسئله باشه و اجازه نداد که چنین راپورهای نسبت به امارت اسلامی گزارش داده شود. بله خانم پایکان نسبت ارگاه امارت اسلامی رد میکنن معنیش این هست که یعنی همه چیز در افغانستان درست است، مردم حق زندگی داره، حق امنیت داره، همه مسائل. ما نمیگیم که امارت اسلامی یک امنیت نسبی را با وجود آورده، بسیار خوب است و جنگ ختم شده که فعلا جنگ نداره، ولی چیزهایی که باید لازم هست این مسائل را این خوب در نظر بگیرن تا ای که زمینه مشروعیت کافی خود در داخل افغانستان فراهم بکنن و اجازه ندن که تا چنین گزارش هایی در نسبت نقض حقوق بشر از افغانستان گزارش. بله خانم پایکان، گزارش واقعیت است، امارت اسلامی چشم پوشی میکنه یا نه گزارش مبالغه نشر شده؟ نه، گزارش واقعیت است. به خاطر از این میگیم واقعیت است که فعلا شما میبینید 5 ماه از تسلط امارت اسلامی در افغانستان گذشت، ولی هنوز ما یک ساختار حکومتی که مردم افغانستان با او دسترسی داشته باشند نداریم. مثلا یک قسمت از زنها در یک قسمت از کشور به مکتب میرن، ولی بیشتر از نصف زنها در خانه ها باقی ماندن. حق کار برشان طور لازم از سلب شدن نیست و کاری که در گذشته داشتن مردم جوان ها و زن ها اینا یعنی رو پش کرده پایین آمده. وضعیت اقتصادی خوب نیست، مردم که حق سیر کردن شکم خود داره که باید دسترسی به غذا و نان داشته باشه این مشکلات بسیار زیاد است که حتی سازمان ملل متحد هم گفت که ما منتظر یک خواجه انسانی خواست بودیم در افغانستان و یکی از حقوق ابتدایی هست که انسان باید دسترسی به غذا داشته باشد. وقتی که انسان یک جامعه دسترسی به غذا ندارد، نان برش پیدا نمیشه، سرپناه ندارد، پس چطور میتونیم که این کار بکنیم؟ بهتر است که متوجه مسائل شود سازمان های بین المللی حکومت ها را متوجه میسازد که باید در روش خود نسبت به اتباع خود تغییرات به وجود بیاره و سهولت به مردم خود به وجود بیاره. به این نسبت است که باید دقت شود به گزارش ها و پیرامون هزی کمیسیون های باید آماده باشد که چطور بتونه این مشکلات حل بسازد. نمیشه که ما نادیده بگیریم گزارش هایی که سازمان های بین المللی را عملا دقیقا نشد. بله خانم پایکان، وضعیت زنان چگونه ارزیابی میکنین؟ در این گزارش همین سازمان در یک بخشش آمده که با آمدن امارت اسلامی در افغانستان آزادی بیان، پیشرفت و ترقی در بخش حقوق زنان، کار، آموزش، آنچه که شما برش اشاره داشتین با چالش ها مواجه شده. بله، این خب یک از هر من شمس است که امارت اسلامی خودش هم میدانه و مردم هم میدانه هر روز زنها و خاطر از اینکه به حقوق ابتدایی خود دسترسی پیدا بکنند شعار نان، آزادی، کار و این درس همیشه سر میتن و گروه زنها در ولایات مختلف این حقوق هم میخواین که این شعارها تکان دهنده هست، این مسئله بسیار ابتدایی هست. حکومت ها اولین کار که میکنه امی هست که حق کار و حق آزادی و حق نان و حق درس باید بتبره افغای خود. این معضله از روز که حاکمیت به وجود آمده این معضله در کشور وجود داشته و ما از این کار کرده نمیتونیم، ولی زنها حقشان تا حدود نقض شده و این حق حق شرعی و اسلامی زنها در افغانستان میباشد که در شریعت اسلام هم حق تحصیل بر زنها داده شده، حق کار داده شده، حق
آزادی بیان داده شده، حق انتخابات داده شده، حقوق سیاسی دارن. حال حاضر امارت اسلامی بهتر است که با معیارهای بین‌المللی عیار شود و حقوق بشری انسانی کشور رعایت نموده و مردم و حقوق اساسی و ابتدایی‌شان برسانه. سلامت. عمل خود. سلامت، دوباره برتان برمیگردم. مجدی صاحب خیلی کوتاه نظرتان در مورد اظهارات خانم پیکان چی است و سازمان های جهانی تنها گزارشات مسئولیت شانه در افغانستان که منتشر بسازن یا نه به خاطر بهبود وضعیت هم کارای را انجام میتن؟ ما فکر میکنم که سازمان های جهانی قوه اجرایوی ندارند در سطح بین المللی. اونا معمولا راهکارها را ایجاد میکنن از کشورهای عضو خود، میخواهند که در تطبیقش کوشا باشند. اما آنچه که واقعیت است در امی گزارش اغراق صورت گرفته. از کجا ببینید؟ امارات اسلامی با وجودی که در تعذیر است از سطح بین المللی، امروز حتی پشتیبانای مالی دولت افغانستان مسدود است. شما ببینید که در تقریبا بالا 80-85% ادارات خدمات ملکی مطابق نرم جدید معاشات کارمندان بدون در نظر داشت جنسیت، که خانم ها هست یا مرد ها هست، پرداخت کردن. یک بس. بس دومی است که زنان نصف از پیکر جامعه هست. این کلگی به این باور هم دارن و معتقد هم هستن. اما آنچه که مهم است، افغانستان یک کشور اسلامی است خانم نیازی. باید یک راهکاری را ما تیار کرده بتانیم یا دولت ما تیار کرده بتانه که ما بتانیم زیبایی های اسلام به دنیا معرفی بکنیم. در 20 سال گذشته متاسفانه ما از فرهنگ غرب و غرب زدگی متاثر بودیم. شما ببینید، ما نمیگیم که او پیشرفت غلط بود، این قضاوت نمی کنیم. اما آنچه که مهم است، چیزی که در مغایرت به دین مقدس اسلام باشه او مردود است. ببینید، اگر یک راهکاری ایجاد میشه که امارات اسلامی پافشاری سر ادمو است که زمینه کار مسئول برای خانم‌ها ایجاد شود، زمینه تحصیل مسئول برای خانم‌ها ایجاد شود، بگذاریم پیشداوریش نکنیم. 5 ماه گذشته، زمان بسیار کوتاه است. ما در 20 سال گذشته با وجودی که میلیاردها دلار کمک های آمریکایی را گرفتیم، ببینید کلاه سر او ماندیم، گذشتیم، امروز هیچ چیز نداریم. امارات اسلامی 5 ماه میشه که آمده. آیا صادقانه ما توان برخورد، توان مدیریت میدان کابل داریم در 20 سال گذشته با میلیارد دلار که نداریم؟ آیا ما توان تداوی مریض خود در افغانستان داریم که نداریم؟ شما رو باز به این عقیده هستم که حداقل یک چشم روشنی به مردم داده شد، که حداقل مردم خوشبین باشن برای آینده. ببینید، من تو فکر میکنم از نظر شخص ما به عنوان یک شهروند افغانستان، طبیعتاً که مسئولین امارات اسلامی هم بیکار نشدند، دست سر دست نگذاشتند، سر راهکار کار کردن. ما و شما دیدیم چند روز قبل وزیر صاحب تحصیلات عالی چراغ سبز نشان داد که پانتونای دولتی را شروع میکنیم. اگر قرار باشه که واقعا یک فضای اسلامی باشه، اسلام دین ما است، که بتونه نمونه واقع شود در دنیا، الگو واقع شود در دنیا، باید به این مسئله ما افتخار بکنیم. و اگر قرار باشه که به عنوان یک آله یا دستپاک یا افزار باشه، باز در او صورت مردم شکایت بکنن. اما ما تاکیدی می است که پیشداوری نکنیم، زمان بگذاریم. امارات اسلامی در مرحله آمد که همه چیز از هم پاشیده بود. شما میفهمین؟ از نیروی امنیتی گرفته تا ادارات ملکی تا فرار مغزا تا فرار کادرا در افغانستان صورت گرفت. چون در 20 سال گذشته بدبختانه دولت جمهوریت تبلیغات کردن، تبلیغاتی را که گویا یک فضای متحول باید شد. خب مردم در 5 ماه دیدن که امارت اسلامی تقریبا پابندی بانچه اعلان کردن داشتن. وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم. لنده در مخلو زر برتره گرزو. یو ځل بیا هم ستړي مشئ. تاسو د مهراق خپرونه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. خانم پیکان، چی چیزهای باید در این 5 ماه صورت میگرفت که تاکنون صورت نگرفته؟ بسیار خوب، استاد گفتن که نباید پیشداوری کنیم. پیشداوری هیچ معنی ندارد در حکومت ها. بله، میخوام که امارت اسلامی در یک حالت به قدرت رسید که وضعیت کشور آن قسمی که می گفتن خوب نبود. وضع اقتصادی افغانستان خوب نبود، مردم نان نداشتن، کار در آن وقت هم وجود نداشت و ما می دیدیم که اتا خوراک عسکر و سرباز برش نمی رسید. این موضوع بود که شامل اقتصاد دوره بیشتر بود. هیچ کس این کار نمی کنه.
ولی امارت اسلامی در مدت زمان آمد در این 5 ماه یکانه کاری که میشد اول باید این امارت اسلامی نهادی نمیشد و این معنا بود که قانونمند میشد حکومت و قانون باید در اینجا نافذ میشد. ما میدونستیم بر مبنای قانون امارت اسلامی کار که این وجود نداره یک خلای حقوقی هست در یک مثلا و دیگه موضوع قانون اساسی که از او سایر قوانین البته پیروی می آید بر مبنای از او وجود نداره. فعلا یک حکومتی که بدون قانون و مقررات و قواعد پیش میره این یک موضوع هست که در حکومت دی یک اصل است. اول که باید حکومت باید قانونمند شود و بتونه که مردم مطمئن شود که در این قوانین حقوقشان تمام موضوعاتی که مربوط به بشر است عبارت از حق تامین امنیت است، کار است، آزادی های بیان است، اینا همه در این قوانین درج میشن. این مسئله فعلا وجود ندارد و ما متوجه از این موضوع هستیم. موضوع دیگه ای هست که درست است ما یک حکومت اسلامی هستیم و یک دولت اسلامی هستیم افغانستان و ما از هیچ کار نمی کنیم ولی چیزی که در افغانستان بود بله آیدیولوژی های وارداتی بود که هم از شرق و هم از غرب اینا آمدن و در افغانستان جای خود نداشت و عملی نشد. دیدیم که 20 سال گذشت ولی نتیجه همی شد که امارت اسلامی مسلط شد ولی امارت اسلامی آل نمی کنه که تنظیم بکنه حکومت و حکومت داری خود چیگونه پیش ببره. اینا موضوعات است که حکومت اسلامی و امارت اسلامی باید این مسائل مثلا امی میار سرپرست بودن خود باید اولا بازی بسازه. این حکومت تا چند سال سرپرست می باشد با حکومت های سرپرست چقدر حق اجراعات دارد موضوعات است که در این مدت زمان می دانست که حداقل یک کمیته قانونگذاری را آماده میکردن و میششتن. امروز ببینید اگر به اساس قانون معارف کار میشه باید همه منظم به مکتب، اگر به اساس قانون تحصیلات عالی کار میشه باید دختر و بچه همه درس بخونن و اگر به اساس قانون کار گذشته کار میشه باید همه حق کار داشته باشه. اینا موضوعات است که یک خلای فی در اینجا وجود دارد و خانم امارت پایکان اسلامی میتونست که در این مدت 5 ماه و یا 6 ماهی که میگذاری خلای را حداقل پر بکنه. متاسفانه این هم صورت نگرفته و ما ناامید به این میشیم که ارادی حکومت کردن اصلا وجود نداره و اگر ارادی حکومت کردن داشته باشه حداقل و پالیسی سازی و بله ادامه این وضعیت چگونه ارزیابی میکنین؟ اگه قرار باشه قسمی که سازمان نظارت از حقوق بشری یادآور شده که آزادی بیان، حق کار و آموزش در قسمت دخترها با چالش مواجه باشه، چقدر تأثیر گذار خواهد بود این مسئله بالای دختر خانم‌ها و بانوانی که شاغل بودند در گذشته؟ ما من حیث کسی که از اکثریت خاموش افغانستان از خط سیون بس میزنم ما اشتراک زنان در همه مسائل در همه افعاد جامعه که عبارت از افعاد سیاسی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست لازم میبینم من حیث یک شهروند افغانستان بخاطر از اینکه بدون مشارکت زنها در این عرصه ها افغانستان اصلا تا سنه ببینین امروز زنهای افغانستان حق ابتدایی خود ندارد چی رسه به اینکه این حق داشته باشه که در تصمیم گیری های بزرگ کشوری اینا سهیم باشن. ما نمیدانیم که سرنوشت کشور ما چی بنا را تملی کنند و ما به حیث ابوای از این کشور حق داریم که در خوب و بد از این کشور شریک باشیم. هیچ نمیفهمیم که کدام سیاست در آینده پیش روی هست. سلامت بانو پایکان. بر زنها هیچ اینی مسائل گفته نمیشه و زنها بی خبر هستند از تصمیم گیری ها و سیاست. سلامت بله در قسمت اخیر برنامه اتمن برتان دوباره بر میگردم. آقای مجدی، سازمان نظارت از حقوق بشری مسئول وضعیت فعلی افغانستان امریکا را میدانه، کیها مسئول هستند در قبالی وضعیت؟ ببینید بدون شک در مرحله ابتدایی اتباعی داخلی افغانستان کسایی که دایدار جمهوریت بودند منافع ملی را تعریف نکردند و در قسمت دوم حامیشان آمریکایی‌ها که پای منافع ملی خود بودند. شما میفهمین بیاین یک واقعیت اقرار بکنیم. در 20 سال گذشته زمانی که به سمت جنوب افغانستان آمریکایی‌ها عملیات شبانه میکردند، با کدام خانم افغان رحم کرده بودند؟
به کدام مادر افغان رحم کردن، به کدام دختر افغان رحم کردن، به کدام طفل افغان رحم کردن؟ ببینید اصل ناقضین حقوق بشر و ای دایدارای جمهوریت، کسایی که منافع ملی را فدای منافع شخصی خود کرده بودند، یک روز هم صدا بلند کردن که آمریکایی تو در وطن ما آمدی جنایت میکنی، جنایت بشری میکنی، تو حقوق بشر دوستانه را نمیفهمی، حقوق بشر را نمیفهمی، تو اسرای جنگی را نمیشناسی، تو رویه انسانی نداری. برین از کسایی که در گوانتانامو سپری کردن بپرسین ادبای وطن هستند که با کدام فجایع مواجه بودن. ببینید آن چی که مهم است اویی است که بدبختانه در 20 سال گذشته ما تعریف از منافع ملی افغانستان نداشتیم. همیشه بحث مذهبی و ملیتی را مطرح کردن، باز بحث قومیت را مطرح کردن، بحث سمتبندی را مطرح کردن، شمال و جنوب و شرق و غرب ساختن افغانستان را. و هر کس به نوع زحمت خود خواست که پایداری شد، بقای شد سر امریکا تضمین بکنه. هیچ کسی محاسبه نکرد که من افغان هستم، این جغرافیا از من است، شمال برادرم است، شرق برادرم است، جنوب برادرم است، خودم هم از غرب هستم، یا برعکس به همین قیمت. خب آمریکا در طول 20 سال گذشته چی که من تو فکر میکنم تا روزی که در افغانستان منافع دارن پای منافع ملی آمریکا است و توقع ما به منطق است از آمریکایی که ما گلای ما را از آمریکایی بکنیم یا توقع داشته باشیم، به خاطر اینکه منافع ملی آمریکا را تامین کرد، منافع ملی آمریکا را سرش پابندی کرد و تا امروز هم تامینش کرد. اما در ابتدا ناقضین حقوق بشر همین جنایتکارای داخلی ما بودن، بحث دوم آمریکا حامیایشان بودن. امروز الحمدلله شما ببینید امارت اسلامی افغانستان در شرق و غرب و شمال و جنوب با مردم به قیمت انسانی برخورد میکنه. درست است ما قوانین نتونستیم معرفی کردیم، اما یک واقعیت همی است. من یک شهروند افغانستان هستم، آن چیزی که شنیده مردان مسئول امارت اسلامی که کمیته قانونگذاری وزارت عدلیه فعال کردن اونجا بازنگری قوانین میشه، آن چیزی که در مغایرت با دین اسلام نباشه ممکن که او تنفیذ شوه. یک فرمان امیر امارت اسلامی داد به خاطر تنفیذ قانون 1343. ما فکر بکنم که آیستا آیستا اراده برای دولتداری وجود داره، چون اینجا افغانستان است، امی اولادای از آمدن حاکم ازی شدن. ای تو ما محاسبه نکنیم که ما به این محاسبه بکنم که ما تاجیک هستم، ما یک پشتون هستم، ما یک ازبک هستم، ما یک هزاره هستم، اینجا منافع قومی را مطرح بکنم. دقیق مجدی صاحب، چون وقت به پایان رسیده، یک پرسش از خانم پیکانم خواد داشتیم. شما پیشنهاد میکنند که امارت اسلامی باید با جهان به تعامل برسه؟ با تعامل رسیدن جهان یگانه راه حل معضل است. اگر به تعامل برسند آینده را چگونه پیش بینی میکنین؟ و اگر قرار باشه به تعامل نرسند موضوع رسمیت شناسی چی خواهد شد؟ ببینین دستای حقوق بین الملل تعامل یک اصل است امروزه. تنها مانعی که مجموعه کشورهای دنیا بلکه دیگه به تعامل ضرورت دارن، به داشتن روابط دیپلماتیک ضرورت دارن، اما آنچه که مهم است بانو نیازی ده اینجا اوی است که تعامل از کدام آدرس صورت بگیره. آیا از آدرس فرد یا از آدرس یک ملت؟ یکی از مسئولین امارت اسلامی گفته که ما ضرورت نداریم به جهان. ببینین اونا وقتی که میگن ما ضرورت نداریم، اونا محاسبشان این است که موقعیت افغانستان استراتژیک از دست آسیا و تمام کشورها پای منافع خود هستند، اونا نیازشان نسبت به ما بیشتر است. این به چی معناست؟ سوی تعبیر نش از این گپ. این به این معنا است که جغرافیا افغانستان یک جغرافیا فوق‌العاده است. هر کشور، ولو که آمریکا باشه یا آسیای میانه باشه یا چینایا، منافع خودشان در اینجا دارن و پای تعامل با ما هستن. ببینید اینجا امارت اسلامی من فکر میکنم با همین دیپلماسی که فلحال روان هستن در سطح بین المللی مسائل داخلی هم کار ندارم. ای که گلای است که حقوق زن نیست یا کار نیست، بسای است که زودگذر است و انشالله حلش خواهد کردن. اما امارات اسلامی افغانستان از آدرس افغانستان مستقل وارد مذاکره میشه. ببینید وقتی که دیدارا صورت میگیره دولت افغانستان هم میخواین برشان قسم واضح بسازن که برادر ما جغرافیا داریم، قلمرو داریم، نفوذ داریم، خواستتان نمیپذیرم. خواست به چی معنا است؟ اگر قرار باشه که تعریف ما از حکومت همه شمول شامل کردن جاسوس کشورهای منطقه در امارات اسلامی باشه، باید داشته باشیم که 20 سال دیگه ما موفقیت نمیرسیم. آن چی که مهم است اگر ما محاسبه بکنیم که بر مبنای لیاقت و شایستگی یک حکومت تیار شوه، ارائه خدمات بر ادبای افغانستان بکنه. پاسپورت افغانستان در 20 سال گذشته متاسفانه به ارزشترین پاسپورت در سطح دنیا بود با وجود کمک‌های ملی. ممنونتان مجدی صاحب، وقت به پایان رسیده. خانم پیکان، بحث با شما جمع میکنم، چقدر با این ده خوشبین هستین؟
اگر امارت اسلامی تلاش کنه، حالا مجدی صاحب کمیته قانون کار میکنه و نمیدان آیا زنان دادن که وجود داره و میتونه که در رابطه به حق بشری خود بحث بکنه، یک موضوع هست. و موضوع دیگه من خوشبین به هستم در صورت که عدالت اجتماعی رعایت شد. وقتی که عدالت اجتماعی در یک کشور رعایت شد و یک حکومت با فایده های وسیع که در اون که اهل تخصص، علم، دانش جای خود پیدا میکنه، صرف نظر از این که مفسدین گذشته و کسانی که افغانستان در ایالت آوردن، یعنی منفی از اونا، وقتی که اهل تخصص جای خود پیدا میکنه و به اعمار و امران کشور شروع میکنه، این یک آینده بسیار خوب را در نظر خواهد گرفته باشد. ولی من تاکنون که میبینم و متاسفم هستم که عمران خان گفت که ما متخصصین یا نیروی کار میفرستیم، که این بسیار یک خطر بزرگ است برای نیروی کار افغانستان. ممنونتان خانم پیکان. اینا میخوایند که اداره کشور ما را کارهایش بیرونی ها تنظیم کنند، در حالی که ما متخصصین جوانان اهل کار داریم. دقیقاً از نیروی داخلی و از مردم خود ممنون چان بانو پایکان، لطف کردین. ممنون چان ډیر زیات مننه زمال دوار قدرمنو ملمنو سیاسی شنون کې د پانتون استاد خغلی حمد عزیز مجددی او د سکایپ په لیکه د میرمنو د حقونو لفعاله اغلی سرایا پایکان دا محراق هم دومره به تر بیا خوخت خدای کومه لاله دلمو مننه.